دانش آموزان عزیز، ما قصد داریم که 70% کتاب رو امروز یک جمع‌بندی بکنیم، اما چون امتحان شما امتحان نهایی هستش، بارونبندیش با تمام بارونبندی هایی که تا حالا داشتین فرق میکنه. یعنی بارونبندی امتحان نهایی کلن جدیده و شما نوبت اول بارونبندیتون فرق میکرده تا نهایی، چون اسپیکینگ داخلش هست میشه. خب نمرات که ما توی نمراتی که ما توی امتحان نهایی داریم، قسمت شنیداری، اول اینکه امتحان ما از 40 نمره هستش، همتون میدونین 9 نمره، بعضی وقتا 10 نمره، بعضی وقتا 11 نمره شنیداری میاد، همون لیسنینگ میاد. قسمت ریدینگ 10 نمره میاد و قسمت رایتینگ همون نوشتاریمون 8 نمره میاد و باز اینا متفاوتن. یعنی خواندن 8 نمره میاد، بعضی وقتا تغییر میکنن، نوشتاری باز 8 نمره، لغت 6 نمره میاد و گرامر همون دستور زبان 7 نمره میاد. پس ما اگه یه نگاهی خوب بندازیم، قسمت شنیداریمون که 9 نمره هستش و خیلی وقتا 11 نمره 12 نمره میشه، قسمت خیلی مهمی هستش. و حالا یه سوالی پیش میاد، ما برای قسمت شنیداری چه کاری انجام بدیم؟ اولین سوال اینه. و توی قسمت مهارت‌های دیگه چه کارهای انجام بدیم؟ قبل از اینکه ما بریم به قسمت‌های بعدی برسیم، دانش آموزان عزیز حواستون باشه که شنیداری نمره خیلی زیادی از شما میگیره و این 9 نمره، پس حواستون باشه تا 12 نمره هم میرسه بعضی وقتا. مهارت خواندن معمولا 8 نمره میاد، بعضی وقتا حالا 10 نمره بوده. نوشتاری 8 نمره. شما کلا تو ذهنتون باشه که چقدر نمره برای هر قسمت میاد. این نقطه خیلی مهمیه، به راحتی ازش نگذرید. چون وقتی میخواین مطالعه بکنید، میخواین سوال حل بکنید، باید چنین چیزی خیلی توجه بکنید. و قسمت واژگان همون لغت 6 نمره، گرامر هم 7 نمره. یک نمونه از سوالات که صدا هست. خب یک نمونه از سوالاتی که دانش آموزان عزیز تازه هم برگزار شده، خیلی وقت هم نیستش، همین سوالی هستش که الان میبینید. فرمت سوالات، شما اولین قسمت از امتحان لیسنینگ دارید. خب این صفحه اول کلن شد لیسنینگ و ما برای لیسنینگ چه کاری انجام بدیم؟ چند مورد براتون یادداشت کردم، اینجا اگه دقت بفرمایید متوجه میشین خودتون. خب این از 9 نمره هستش چیزی که اینجا نوشته شده. اگر 9 نمره تو امتحان بیاد، نصف نمره یا 10 نمره بیاد، حداقل بیاد نصف نمره میره روی سی دی های کتاب درسی، یعنی خود سی دی های کتابتون هستش. پس شاگردان عزیز، اگر سر کلاستون به هر دلیلی، مثلا امکانات نبوده، امکانات کم بوده، شما به این دلیل لیسنینگ گوش ندادین، از حالا به حواستون باشه که شما نصف نمراتتون میشه لیسنینگ. پس نصف میشه خود لیسنینگ کتاب درسی، نصف نمره لیسنینگ میشه کتاب درسی. پس شما باید کتاب درسی لیسنینگاشو خیلی خوب دقت کنید، فایلای صوتیشون. اگر مثلا لپتاپی ندارین، کامپیوتری ندارین، هر چیزی هستش، من یک زحمتی بکشید روی گوشیاتون بریزین. اکثر بچه‌ها
خامنده صدا میاد؟ ممنون شما، متشکرم. آره الان شیر شد. آره ممنون شما. نه روشن نمیشه. آره اینجا اینترنت کامل هستش، ولی متاسفانه آره ممنون شما، متشکرم. خب شایدان عزیز، پس تا اینجا رسیدیم که فایلای صوتی کتاب رو حتما روی گوشیاتون بریزید و از اونجا گوش بدید. نصف نمره لیسنینگتون کاملا از سی دی های خود کتاب هستش. شما الان نگاه بکنید قسمت هایی که توی کتابتون یا سی دی مشخص شده یا خودتون میدونید لیسنینگه. پس ما توی امتحان نمرات لیسنینگمون نصف شد خود کتاب درسی و امکان داره از ریدینگ باشه، از قسمت مکالمه باشه، قسمت های متفاوت هستش. حتی اگه شما روی خود ریدینگ کتاب خوب تسلط داشته باشید، بدون اینکه فایل های شنیداری رو گوش بدید میتونید جواب بدید. خب سوالاتی که میاد، شما انواع سوالات هستش که نمیرم قسمتش توضیح بدم، فقط برمیگردیم به نکاتی که شما باید اونجا حتما موقع امتحان. بزار عزیز، این نکته نه فقط برای امتحان خردادتون هست، امتحان دبیرستان هستش. هر جا امتحان لیسنینگ داشتیم، تو قسمت‌های استخدامی بود، دکترا بود، امتحان‌های آیلتس بود، تافل بود، هر چیزی بود، شما تا برگه سوالات به دستتون رسید، قبل از اینکه فایل پخش بشه سریع از روی سوالات بخونید. وقتی که از روی سوالات میخونید یه آمادگی ذهنی پیدا میکنید. روی سوالات بخونید، روی پاسخها نه. مثلا اگر 4 گزینه داره یا 2 گزینه داره، شما روی سوال فقط بخونید. قسمت بعدی این که هر فایل صوتی 3 بار پشت سر هم پخش میشه و هر بارم 30 ثانیه مکس میذاره داخلش که شما بتونید پاسخ درست رو انتخاب کنید. چون آزمون نمره منفی نداره، شما هر جا که متوجه نشدید خودتون از روی استدلال منطقی جواب رو انتخاب کنید، از روی اطلاعات عمومی خودتون. و هیچ سوالی بدون پاسخ نگذارید. اینجا هم چند نمونه از سوالات لیسنینگ هستش. مثلا این سواله، شما بدون اینکه Who are our elders، بزرگترهای ما کیا هستن، شما نیاز نیست که لیسنینگ گوش بدید. مشخصه Mothers and Fathers، پدر مادرها میشن بزرگای ما. اکثر سوالاتتون میتونید بدون این که شما لیسنینگ رو کامل گوش بدید جواب بدید. خب اگه نگاه بکنید این قسمت لیسنینگ دقیقاً از کتابتون بوده که شما داشتید، صفحه 41 قسمت لیسنینگ از اونجا بوده. قسمت لیسنینگ بعدی باز همینطور نگاه بکنید، صفحه 33 بوده که بهزاد و امین دارن حرف میزنن، یعنی از خود کتاب. بریم سراغ لغات. قسمت لیسنینگ، شاگردان عزیز شما همه متوجه شدید قسمت لیسنینگ چه چیزهایی هستش و چطور بریم جلو، همه متوجه شدیم. قسمت لغت که ما 6 نمره توی امتحانمون میاد. خب خیلی از شما امکان داره که از خودتون بپرسیم چه لغاتی توی امتحان میاد. بچه همون لغات جدید کتاب، همون لغات توی امتحان میاد. لغاتی که میاد لغات
جدید هستش معمولا و اون لغات این هم یه سوالی هست که مطمئنن خیلی از شما نیاز میفته براتون که پیدا بکنیم اون لغات رو. لغات رو بچه ها خیلی از کتابا الان توی بازار هستش، خیلی از کتابا که مشخص کرده لغات، این لغات جدیدن و شما لغاتی که توی قسمت از اول درس شروع میشه، لغاتی که توی قسمت New Words and Expressions هستش، لغاتی که توی قسمت مکالمه Word Bank هستش، اون بالا قبل از این مکالمه شروع بشه، این لغات اصلی کتاب هستن و معمولا توی امتحانات از این لغات سوال میشه. یعنی لغاتی که تو قسمت New Words and Expressions هستن، اینا لغات اصلیه. لغاتی که روشون سوال و جواب زیاد شده، تمرین روشون اومده، اینا میشن لغات اصلی کتاب. یعنی مثلا اگر یک درسی 40 کلمه جدید داره، شما 15 از کلماتش میشن کلمات کلیدی و اون کلمات کلیدی همون کلماتی هستن که توی قسمت‌های New Words and Expressions اون قسمت‌ها به توی خود کتاب درسی هستش. خب لغاتی که توی امتحان میاد معمولاً به چه شکل میاد؟ تیپ سوالات و لغت چطور هستش؟ یکیش این دوره که توی خود کتاب هست، تصویر میدن، میگن با توجه به تصویر نگاه بکنید، یکی از این جملات رو انتخاب بکنید. اگر نگاه بکنید این تصویر شماره 20 صفحه 21 کتابه، این تصویر 21، این تصویر صفحه 23 کتابه. همینطور که شما میرین جلوتر همه اینا توی خود کتاب درسی هستش، با توجه به شکل میخواد جواب بدید. اینجا دوباره باز همونطوره، یعنی اگر نگاه بکنید این تصویر 17 صفحه 75 کتابه. پس اینا دیگه بیشتر دربارش صحبت نمی کنم بچه ها، بریم سراغ قسمت های بعدی. لغات توی این قسمت ها مشخصه، همشون از خود کتاب هم. یعنی وقتی قرار تصویر بیارم، تصویر قرار توی امتحان بیاد، مثلا 1 یا 1.5 داره، از خود شکل های کتابه. پس شکل های کتاب رو جدی بگیریم. دوباره شکل‌های کتاب می‌بینید اینا توی امتحان‌های متفاوت اومده. دوباره شکل‌های کتاب، صفحه هم مشخصه. خب نوع دیگه بچه اگه نگاه بکنید، این نوع دیگه لغات میاد، میگن لغات رو توی جای خالی پر بکنید. نگاه ما چطوری این گونه سوالات رو حل بکنید؟ وقتی چند تا کلمه بالا میدن، زیرش چند تا دونه جمله میدن، چطور اینا رو جواب بدید؟ شما اولین کاری که میکنید 2 یا 3 روی این لغات میخونید و روی این لغات 2 یا 3 شما نین میکنید. اگه نگاه بکنید لغات رو میبینید، مثلا اینجا dedicated, replace, forgive, recommend، شما این 4 لغت رو دارید، 2 یا 3 بخونید که بدونید چه لغاتی داریم. و وقتی که میرین سراغ خود سوالات، توی سوالات توی ذهنتون خود به خود شما یک ارتباطی برقرار میکنید بین این لغت و جمله‌ای که پایین هستش. پس شما 2 یا 3 روی لغات بالایی بخونید. همه اینا باز از خود کتاب درسی هستش، مشخصه. صفحه 19 این صفحه، خود جملات هم مشخصه. دوباره یک نمونه دیگرش نگاه بکنید، 1.5 هم تو امتحان داره، از خود کتاب درسی. دوباره از خود کتاب درسی 1.5 هم داره. اگه نگاه بکنید مثلا این کلمه forgive, dedicated هی داره تکرار میشه. پس ما
اگر نمونه سوالات امتحان نهایی رو مثلا 10 تا نمونه سوالات امتحان نهایی رو حل کنیم، یعنی حداقل 70% مسیر رو رفتیم، 20 یا 30% دیگه جدیده. حداقل 70%ش وقتی این نمونه سوالات کار میکنیم هی تکراری میشه. خب یه نوع دیگه ما از سوالات داریم بچه ها که اینا تو قسمت New Words and Expressions بیشترین کمک رو به شما میکنه. توی قسمت New Words and Expressions کتابتون شما یک کلمه مثلا داده appreciate، توضیحش نوشته جلوش، به قولن definition نوشته. definition کلمه یعنی تعریف یک کلمه. تعریف یک کلمه مثلا میگن کودکستان، بعد چیه؟ یک نفر از شما میپرسه کودکستان چیه؟ شما میگین مدرسه برای بچه های 4 یا 5 ساله. خب definition کلمه کودکستان شد، تعریف کلمه کودکستان شد. خب حالا اینجا اگه خوب نگاه بکنید کلمات اصلا این demand هم تکراریه، observe هم تکراریه، appreciate تعریفش اینجا ما پایین داریم. مثلا سی گفته be grateful for، observe یعنی همون جذب کردن. شما اگه نگاه بکنید قسمت دی take something in، چیزی رو داخل میکشیم، جذب میکنیم، observe. اگه این معنی این کلمات هم یادتون نبود بچه ها جمله داریم، با توجه به جمله میتونید معنی کلمات رو حدس بزنید. اگر اینجا جمله داده به شما فقط به خاطری که میخواسته به شما کمک بکنه که معنی کلمه رو، اگر معنی خود کلمه رو فراموش کردین توی جمله معنی کلمه رو حدس بزنید. پس نوع دیگر لغات شد تعریف کلمات که الان اینجا ما تعریف کلمات داریم، جاش هم توی کتاب شد New Words and Expressions. دوباره اینجا همینطوره، همین کلمات توی جمله، پایینم تعریف کلمات، همشون از خود کتاب درسی، دوباره اینجا همشون از کتاب درسی. خب نوع دیگه کلمات، جملات رو با دانش خود کامل کنید. اینا هم که دیگه حرف اولشون داده کلمه داخلش میذارین، از خود کلمات کتاب هستش. این قسمت زودتر میرم جلو بچه ها که به مطالب بعدی برسیم. توی امتحاناتتون حواستون به ضرب المثل ها هم باشه. کتابتون ضرب المثل داره صفحه 83 و 84، حواستون به ضرب المثل ها باشه، معنیاشون اینا دقت بکنید. الان چیزایی که ما اینجا داریم همونه، out of sight, out of mind، practice makes perfect. پس شما دقتی هم روی این قسمت میکنید. بریم سراغ قسمت دستور گرامر. توی قسمت گرامر شاگردان عزیز، بعضیاتون دست بلند میکنید، بعضیاتون میخواین سوال بپرسین. ما چون که شرایط الان یه طوری هستش، همه توی وبینار حضور دارن، همه وارد شدن، به همین دلیل فعلا دسترسی چت رو به کسی نمیدید. شما بیشتر سعی کنید که شنونده های خوبی باشید. چون ما توی وبینارهای قبلی داشتیم، یه سری از کسانی هستن که توی وبینار هستن میان، ولی خب به دنبال حضور توی وبینار و یاد گرفتن نیستن، و چون لینک آزاد بوده برای همه، ما به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد سعی میکنیم که صحبت بکنیم، جمع‌بندی بکنیم، شما راحت گوش بدیم. هرچند که من خودم اصلا تمایل ندارم که اینجا
یک طرفه صحبت بکنم، چون شما هم باید حرف بزنید، سوال بپرسید. ولی شرایط طوری نیست که الان به طور اتفاق بیافته. پس شما خودتون به بزرگی خودتون ببخشید و اینو نذاریم به حساب اینکه ما خودمون راضی هستیم از اینکه چت رو بستیم. چت رو به این دلیل بستیم چون یه سری از دانش آموزان هستن، معلوم نیست دانش آموز باشن، احترام و حرمت جلسمون رو خراب میکنن. و چون نمیخوایم احترام و حرمت این جلسه، این کلاس درسه خراب بشه، به همین دلیل چت رو بسته کردیم. دلیلش فقط همینه. درود بر شما که حوصله میکنید و گوش میدید. میریم سراغ دستور. بچه ها، کل کتاب شما در کل 6 تا نکته گرامری داره. یعنی نکات گرامری 6 تا دونه بیشتر نیستن، هر درسی 2 تا دونه. خب من میخوام الان براتون تدریس بکنم قسمت های گرامر، میخوام درس بدم بهتون. اون الان هم درس تا پایان درس 2 حتما خوندین و 3 هم امکان داره شروع شده باشه براتون. بچه‌ها فعل مجهول، شما فقط همین یاد بگیرین که بی به اضافه شکل سوم میشه فعل مجهول. نگاه، در حد شما بی به اضافه شکل سوم میشه مجهول. سطوح بالاتر اگه بخوایم بهش نگاه بندازیم، باز یه سری کاربردهای دیگه وجود داره به غیر از فعل مجهول، میتونیم به همین بی به اضافه شکل سوم هم بگیم. اما ما برای امتحانمون، برای کنکورمون، همه اینا فقط این تو ذهنمون هست که بی به اضافه شکل سوم بچه ها میشه مجهول. خب شکل سوم یعنی چی؟ هر فعلی توی انگلیسی 3 تا شکل داره. شکل اول که معمولا بهش میگن زمان ساده، شکل گذشته و شکل سوم. ما شکل سوم کلمات رو اینجا نیاز داریم. شکل سوم کلمات. پس بی به اضافه شکل سوم میشه مجهول. یه دونه مثالی هم حالا اینجا میزنم براتون بچه ها. مثلا فعل گو گذشتهش همه میدونیم میشه ون. شکل سومش میشه گان. مثلا یه دونه این، یا مثلا فعلی دیگه، فعل مثلا دو گذشتهش میشه دید و شکل سومش میشه دان. ما شکل سومی کلمات رو نیاز داریم اینجا، دو دید دان. اینا برای فعلایی هستن که بچه ها با قاعده نیستن دیگه، چون 12 هستین همه تو میدونیم فعل بی قاعده. یه سری فعلا هم داریم که همشون با قاعده هم دیگه، مثل فعل play اگه نگاه بکنید، play ما بخواییم بنویسیم میشه played، باز شکل سومش هم همین میشه، میشه played. play play played. پس یک نتیجه بگیریم، ما نیاز به played این سومیه داریم، این که حالا اینجا هستش. پس فعل مجهول این که اینجا هستش، این سومیه نیاز داریم. این شد زمان سادهش، میشه گذشته و این هم میشه شکل سوم. ما نیاز به شکل سوم فعل داریم. حالا اینجا ما شکل سوم داریم. پس همه متوجه شدیم اینجا الان گان شکل سومه و اینجا دان شکل سومه. فعل مجهول ما از بی به اضافه شکل سوم ساخته میشه و ما اینجا میخوایم توی امتحان بچه ها میخوایم یه فعلی که بنویسیم فعل مجهول باشه. بی به اضافه شکل سوم تو ذهنتون باشه. حالا این که ما چرا از فعل مجهول استفاده میکنیم 2 تا دلیل داره. یه دلیلمون اینه که نمیدونیم کی کار انجام داده. مثلا میگین ماشین شسته شد،
کی ماشین شسته ما نمیدونیم. پس ماشین شسته شد نمیدونیم. یا اصلا اهمیتی نداره کی شسته. میگیم ماشین توسط علی شسته شد. چیزی که برای ما مهمه همون کاریه که انجام شده که شسته شده یا ساخته شده. این ساختمان در سال مثلا 58 توسط مهندس زارعی ساخته شد. فعل ساخته شده ما مجهوله، چون اگه به کلمه ساخته شد به این دو کلمه نگاه بندازیم معلوم نیست کی این کار انجام داده. پس ما بچه ها دنبال جمله مجهول نیستیم، ما دنبال فعل مجهولیم. فعل. و اینجا اگه نگاه بکنید معنی که برای فعل بی به کار میبریم معنیش میکنیم شدن. این نکته اصلا فراموش نکنید، بی به معنای شدن هست، معنی چیزی دیگه نمیده. خب حالا بی اگه زمان حال باشه اما ایزار استفاده میکنیم، اگه گذشته باشه واز و ویر استفاده میکنیم، اگه ماضی نقلی همون حال کامل یا بعید بود بی میذاریم وسطشون، بیشتر کارمون انجام شده. خب حالا پایین بریم به مثال ها نگاه بندازیم. مثلا اینجا این اکتیو که نوشتیم یعنی معلومه، یعنی مشخصه دیگه، فعال معلوم. He cleans this room. Cleans او تمیز میکنه اتاق رو. فعل معلوم یه دونه هستش، فعل مجهول بچه ها دو تا دونه میشه، چون فعل مجهول از بی به اضافه شکل سوم ساخته میشه. This room is cleaned. این اتاق تمیز میشه. این اتاق هر روز تمیز میشه، مثلا هر هفته تمیز میشه. پس این ایز به معنای شدن هست. He cleaned this room yesterday. Cleaned. اگر نگاه بکنید کلمه cleaned گذشته هستش. این طرف اگه ما بخوایم بنویسیم از چی استفاده میکنیم؟ یا was یا were. This room was clean yesterday. این اتاق دیروز تمیز شد. Was cleaned. دیگه این ساده ترین چیزه که بچه ها ما کسی که اینجا کار انجام داده هی دیگه نمیم اول جمله بنویسیم، چون فعل ما مجهول شد. چون هی یعنی کاری باش نداریم یا میره آخر جمله. He will clean this room tomorrow. This room will be cleaned. اگر نگاه کنید will clean دو تا کلمه هستش، اینجا شد will be cleaned سه کلمه. پس همیشه حواستون باشه اگه فعل مجهول ما یک کلمه هستش، فعل معلوم ما معلوم یک کلمه هستش، فعل مجهول میشه دوتا. چرا میشه دوتا؟ چون که ما ساختار فعل مجهول بچه ها بی به اضافه شکل سوم، یعنی دوتا دونه هست بی و شکل سوم. به همین دلیل فعل مجهول ما از دوتا قسمت تشکیل میشه. حالا اگر معلوم will clean دو تا دونه بود، مجهول میشه will be clean سه تا میشه. She has cleaned the room. Has cleaned دو تا دونه شکل داره، اینجا میشه has been clean سه تا دونه میشه. She had cleaned the room. The room had been cleaned. اگر نگاه بندازیم این طرف شد سه تا. و حالا یه نکته دیگه هم که خیلی رسمه، خیلی رایجه، شما خودتون هم میدونید، اون چیزی که تمیز شده اتاقه، پس اتاق میاد اول. اون کسی که تمیز کرده دیگه ما حذفش میکنیم، کاری بهش نداریم. چیزی که تمیز شده میاریم اول. چیزی که پخته شده مثلا میگن غذا پخته شد میارن اول. اون چیزی که کاروش انجام شده میاریم اول. ماشین شسته شده خب ماشین میاریم اول. خونه ساخته شده خونه میاریم اول. شما کافیه که معنی بکنید، وقتی که معنی کردین متوجه میشین که چیزی که این کار روش انجام شده میاریم اول. یا یه انسانی میگین او به بیمارستان برده شد، خب انسانه رو بردن بیمارستان، چون بردنش بیمارستان پس کاری روش انجام شده. چه کاری؟ بردنش. پس اون آدمه میاریم اول میمیسیم، میگی مثلا اون مرده به بیمارستان برده شد. برگردیم بیایم اینجا
This book was bought last week. This book was bought last week. اگه نگاه کنید باز شد داریم. خریده شد. این کتاب هفته پیش خریده شد. The school wall is painted every summer. این every summer خودش معلومه که اصلا هر سال. Is painted. باید is داریم. Is یعنی میشه. میشود. دیوار مدرسه هر تابستون رنگ میکنه. خب حالا بریم سراغ نقطه بعدی. بچه این مجهولا میخواد روش تست حل بکنیم، تمرین حل بکنیم که دستتون بیاد. فقط با یک آموزشی که شما چند دقیقه بشینید نگاه بکنید یاد نمیگیرید. همیشه برای یاد گرفتن مطالب این نکته داشته باشیم. همیشه برای یاد گرفتن مطالب بچه ما نیاز داریم که اول مطلب رو یاد بگیریم. خب میشینیم سر کلاس، میشینیم توی وبینار، اون معلممون درس میده، ما یاد میگیریم. خب حالا یادگیری تکمیل نشده. شما میبینید مثل یک فرمول ریاضی، شما میبینید حالا فرمول میرین روش سوال حل میکنید و وقتی که سوال حل میکنید موقع حل کردن شما به مشکل برمیخورید و وقتی که به مشکل برمیخورید حالا بیشتر تلاش میکنید و اون وقتی که شما ایراداتتون برطرف میشه، اون وقتی که شما یاد میگیرید. پس شاگردای عزیز، شما وقتی که میخواید یک مطلب رو یاد بگیرید فرق نمیکنه توی زبان، توی فارسی هستش، درس فارسی، توی ریاضی هستش، هر درسی، شما اول میایید مطلب رو یاد میگیرید، بعد روش تمرین حل میکنید و روی تمرینی که حل میکنید شما به مشکل برمیخورید. بعد از مشکل میرین دوباره سراغ مطلبی که خوندین و مشکلات زمانی برطرف میشه که شما مسئله حل بکنید، نمونه سوال حل بکنید. الان توضیحاتی که من به شما میدم بچه‌ها یه لحظه یه چیزی متوجه میشید، ولی بعد که میرین حل میکنید متوجه میشید که ناقص بوده یا کم بوده یا هر چیز. خب حالا میریم ادامه مطلب. نکته بسیار مهم در تشخیص مجهول، بچه ها این به درد دقیقا تست کنکور میخوره که شما بدونید این تست فعل معلومه یا مجهوله. راه اصلی تشخیصش چیه؟ معنی کردن. شما معنی میکنید، جمله رو معنی میکنید، متوجه میشید که آیا این مطلبی که شما دارید میخونید، این جمله‌ای که دارید میخونید معلومه یا مجهوله. چطور متوجه میشین بچه‌ها؟ با معنی کردن. مثلا شما اینجا دارین این مثال بالایی نگاه کنید. An activity to show the families how watching films hurts the eyes. An activity یک فعالیتی. خب اگه نگاه کنید توی گزینه‌ها برید، planned یعنی برنامه‌ریزی کرد، was planned فعل شما plan هستش یعنی برنامه‌ریزی کردن. سوال حالا اینه که آیا یک فعالیت برنامه‌ریزی می‌کند یا برنامه‌ریزی می‌شود؟ این اولین سوال. خب همه شما می‌دونید که یک فعالیت برنامه‌ریزی میشه توسط ما انسان‌ها، توسط محقق‌ها، یا یک فیلم. بچه‌ها ما بگیم یک فیلم می‌سازد، نه، یک فیلم ساخته می‌شود. مثلا بگیم یک فیلم در سال 1999، خب بگیم یک فیلم در سال 1999 می‌سازد، نه، ساخته شد. پس وقتی میگیم ساخته شد، وقتی میگیم برنامه‌ریزی شد، یعنی مجهول. پس شما اگر توی تست یا جایی دیدین بدونین که این مجهوله. بر اساس چی؟ بر اساس معنی که میکنید. An activity to show the families، یک فعالیتی برنامه‌ریزی شد که نشون بده به خانواده how watching films، که چقدر تماشا کردن فیلم، حالا کارتون و هر چیزی، hurts the eyes،
به چشم ها آسیب میزنه، به این چشم ها. توی اینا اگه نگاه بکنید، بی به اضافه شکل سوم میخواییم. اگر بی به اضافه شکل سوم بود، یعنی همون مجهول. پلند که بی نداره، was planned، was و شکل سوم، was همون بی هستش، همون امایز آر هستش. اینجا has planned هست، اینجا was planning، اینجا ing داره. چون ing داره نمیشه، اینجا چون بی نداره، اینجا بی داره. بچه ها بی یعنی امایز آر، was aware، been، being، اینا. پس was planned میشه جواب. بیایم سراغ استامون، اینا که توی سال قبل بوده. The traffic rules very carefully by everyone. یکی از نشونه های مجهول اینه که ما بگیم توسط فلانی، توسط معلم، توسط رضا. پس بچه ها تقریبا 80% مواقع بهتون کمک میکنه این که ما by به اضافه یه چیزی داشته باشیم آخر، به اضافه مثلا انسان. بای تاکسی، بای کار، اینا نه، توسط مثلا به وسیله ماشین و به وسیله هواپیما، اینا نه. مثلا معمولا یه انسان چیزی هستش پشتش، توسط معلم، توسط حالا مثلا میگین یه گل خیلی زیبایی توی فلان مسابقه توسط مهدی طارمی زده شد. حالا اسم مهدی طارمی هم بیاریم که من خیلی بهش علاقه دارم و افتخار استان بوشهر هستش و افتخار ایران برای همه ما ایرانی ها. چون الان توی وبینارمون دانش آموزان خارج از استان هم تشریف دارن که من مخصوصا از طرف دانش آموزان استان بوشهر بهشون خوش آمد میگم. The traffic rules very carefully by everyone. پس بچه ها by everyone کار خودشو میکنه، میدونین مجهوله. حالا معنیش هم میکنیم قوانین راهنمای رانندگی، همون ترافیک، اون قانون ها توسط همه خیلی با دقت. فعلی که ما داریم بچه اوبی هست، اوبی یا همون اوبی که ما اینجا داریم بچه ها یعنی اطاعت کردن، یعنی پیروی کردن. خب این قوانین رانندگی توسط همه باید چه بشه؟ پیروی بشه. خب اگه قرار پیروی بشه یعنی مجهول، پیروی بشه. پس ما به بی نیاز داریم، بی به اضافه شکل سوم. یه نگاهی بندازین must be obeyed داریم و اینجا has been obeyed داریم. شماره قسمت سی هم are obeying ing داره، چون ing داره نمیخواد پس این میره کنار. دو بی نداره، امایز آر، was aware، بی، بین، اینا نداره. دیگه نگاه کنین has been obeyed، این بین داره به اضافه شکل سوم. پس گزینه A و گزینه D ما اینا بچه اگه نگاه بکنید A و D میشن چی؟ مجهول. خب اگه ما بخوایم از مجهول استفاده بکنیم A و D درست. پس یه کاری انجام میدیم، بگیم حالا D باشه یا A باشه. D گفته هست، وقتی میگه هست یعنی اینجا برای رول باشه نه رولز. پس چون این جمعه ما نمیتونیم از دی استفاده کنیم، has been obeyed نمیتونیم به کار بریم، پس must be obeyed دی به کار میریم. ای دوتاشون مجهول بود، هم ای هم دی. ای زدیم چون که دی نمیخوره بهش، به خاطر has هست و has باید قبلش بگیم the traffic rule یه دونه باشه نه چند تا. بریم سوال بعدی. حافظ to be as one of the most famous Persian poets of all time. حافظ هستش one of the most famous Persian poets، یکی از معروفترین شاعران تمام دوران، تمام فصلها، تمام اوقات.
یعنی برای همیشه. پس حافظ نو یعنی شناختن. آیا حافظ میشناسد که هست یکی یا حافظ شناخته میشه؟ پس حافظ شناخته میشه. معنیش میکنیم توی اینا هم نگاه بکنید، تنها بی مجهول، بی به اضافه شکل سوم، پس میشه بی. مشخص هم هست از کجای کتاب این سوالات باشه. What is the problem؟ مشکل چیه؟ The windows by the boys، پسرها و پسرها. پنجره ها منظورشون بچه ها شیشه های پنجره هست. وقتی میگیم پنجره ها توسط بچه ها، یعنی شیشه های پنجره توسط بچه ها. خب وقتی میبینید توسط بچه ها معلومه دیگه شکسته شده، چون پایین ما فعل شکستن داریم، دنبال مجهول میگردیم. تو اینا تنها فعل مجهول ما دی هستش، have been broken. اونا هیچ کدوم بی به اضافه شکل سوم نیستن، تنها ای آر داره، همون بی داره، ولی بعدش گفته breaking، چون آینجی داره نمیشه. سال بعدی، There is a new building in the neighborhood. توی این دوروبر ما، تو نیبرهود ما یه ساختمان جدیدی هستش. The workers it very well. کارگرها it یعنی اون رو خیلی خوب. فعلی هم که ما پایین داریم بچه ها همیشه، خصوصا تو امتحان کنکور که زمان کمه، در جا نگاه کنید تو گزینه ها، تو گزینه ها، و متوجه بشین که دنبال چی هست تر راه سوال. الان اینجا فعل build داریم ما، یعنی ساختن، فعل build. خب کارگرها اون رو خیلی خوب ساختن دیگه، یعنی اینجا مجهول نیست، ساختند، مجهول نیست. اگر مجهول بود باید بگیم ساخته می شدن. خب ما نمیتونیم بگیم کارگرها ساخته شدن، که کارگرها اون رو خیلی خوب ساختن. پس معلوم می خواهیم بی مجهوله، آر به اضافه بیل، بی به اضافه شکل سوم، سی مجهوله، دی هم مجهوله، بین به اضافه شکل سوم. چون این سه تا مجهولن، بدون اینکه شما بلد باشین بچه ها اولی میشه جواب هفت بیل. سال بعدی، Penicillin by Alexander Fleming many years ago. Penicillin توسط الکساندر فلمینگ خیلی سال پیش، چه مشخصی دیگه، ساخته شد، کشف شد. توی اینا was discovering ing داره، پس نمیشه بی به اضافه این، نمیشه بی به اضافه شکل سوم میشه. was discovered، پس میشه بی. اونا هم مجهول نیستن. این قسمت ها دیگه نیازی نیستش، من یکم برم جلوتر. خب دانش آموزان عزیز، حضار عزیز، و فکر میکنم بعضی از همکارای عزیزمون هم اینجا باشن، همه از خسته نباشید و ادامه درس رو بگیریم. من اتو همکارم عزیز که لند شده یک طرفه. صدام هست ها مهندس؟ صدام هست؟ ممنون شما. بچه ها پرسش زمینه یا دم سوالی، شاید بعضیاتون هم بخندین به کلمه دم، چون هر حیوانی که نگاه بکنید دمش آخرش، اول اینو داشته باشین. پس هر حیوانی دمش آخرشه. چیزی هم که ما الان اینجا داریم بچه ها، سوالی که ما داریم، نکته‌ای که ما داریم اینجا هستش، این قرمزه، can you, is he, shouldn't they, doesn't he، اینا همش دم سوال ما اومده. این کل جمله ما در نظر بگیرید که آخرش یه علامت سوال داریم، شده سوال.
خب دوم سوالمون اومده بهش میگیم دوم سوالی، یا میگن تگ کوئسچن. تگ کوئسچن دوم سوالی، پرسش ضمیمه هم بهش میگن. توی فارسی بچه ها، توی فارسی ما یه عبارتی داریم مگه نه، هر کسی بخواد یه حرفی بزنه که اون طرف روبرویش تاییدش بکنه میگه مگه نه، طرف روبرویش میگه آره. مثلا شما دور هم دیگه جمع شدین، بعد یه نفر میخواد یه حرفی بزنه که شما تاییدش بکنین، حالا حرف چه راست باشه، چه چوخان باشه، چه هر چیزی باشه. مثلا میگه بچا دیروز رفتیم فوتبال بازی کردیم، مثلا 5-6 تا گل زدیم، مگه نه؟ خود دوستاشا میگن آره آره. این سوال مگه نه همتون میدونید بچا فقط برای تاییده، یعنی ما میخوایم حرفی بزنیم که طرف مقابل او هم با ما بگه بله. مثلا نشستین دارین نگاه مسابقه فوتبال میکنیم، عجب گل قشنگی زد، مگه نه؟ او کناری هم میگه آره آره. شما میدونی که گل قشنگه و اون طرفتون هم موافقه، از عبارت مگه نه استفاده میکنیم. بچه ها توی فارسی ما یه مگه نه داریم، مگه نه توی فارسی یه دونه هست، ولی توی انگلیسی بیشمار مگه نه داریم، بیشمار. پس حالا بریم پایین این مگه نه هامون رو پیدا کنیم. یه سری قوانین داره، چون که بچه ها شما برای امتحان نهایی دارین آماده میشین، سطح سوالات سطح سختی نداره، اصلا سطح سختی نیستش، اما توی کنکور یه کمی چالش برانگیزه، اونجا یه فرق. اول اینکه توی فارسی ما مثلا یه نمونه میگیم، میگیم راستی هوا خیلی سرد هست، به دوستتون میگین نیست، یا میگیم شما امروز خیلی مثلا دیر اومدی، نیومدی؟ ما هم میگه چرا دیر اومدم. پس اگه نگاه بکنید یک طرف جملتون میگین مثبت، یک طرف دیگه میگین منفی، یا برعکس. مثلا میگین بچه هوا خیلی سرده نیست، یا میگین هوا خیلی سرد نیست هست، یا اینطوری میگین. پس بچه همون مگه نه که ما توی فارسی داریم با اون یکی با هم دیگه فرق میکنه. مگه نه که ما میگیم اینجا دیگه فرق میکنه، دیگه ما دنبال مگه نهای اونا میگردیم انگلیسی ها. پس یه طرف مثبت یه طرف منفی، این دیگه متوجه شدیم. بعدش هم همیشه ما باید بچه ها فعل کمکیمون بیاریم، فعل کمکی داریم باز ضمیر بیاریم. وقتی میگیم ضمیر بیاریم یعنی چه؟ یعنی نگیم تلویزیون، به جاش بگیم آن، نگیم رضا، به جاش بگیم او، نگیم زهرا، به جاش بگیم او، نگیم دانش آموزها، به جاش بگیم آنها. پس ما توی پرسش ضمیمه‌مون همون دوم سوالی یا همون تگ کوئسچنمون از ضمیر استفاده میکنیم با فعل کمکی. خب حالا اول اینکه ضمیر چه میشه؟ ضمیر همون I, we, you, he, she, it, they. برای بعضیاتون این توضیحاتی که دارم میدم بچه ها خسته کننده هستش چون بلدیم، ولی ما باید برای همه تون توضیح بدیم، بعضی از بچه ها امکان داره بلد نباشن. پس ضمیر، ما از ضمیر استفاده میکنیم. حالا فعلای کمکی چه هستن؟ اصلا فعل کمکی ما بچه ها تو خود جملمون هست، ما اصلا نیازی نیستش دنبال فعل کمکیمون بگردیم، تو جملاتمون هستش، خیلی خیلی راحت توی جملات ما وجود داره. پس حالا اینجا میان am, is, are, was, were، این که فعل be بود، همه تون بلدین am, is, are, was, were اینا. یه سری فعلا هم داریم بچه ها، بهشون میگیم فعلای مدال. مدال مثل can, could، میگیم can you speak، should I help you، could I see the newspaper. این can, could, should، خود have و has، had، اگه نگاه بکنید
have, has, had. اینا همشون مثل هم هم از یه خانواده هستن. Am, is, are, was, were از یه خانواده هستن. Will, فعل will شما دارین دیگه. پس همه اینا میشه فعلای کمکی. یعنی اگه اینا توی جمله بودن ما از خودشون استفاده میکنیم. برای سوالی کردن هیچ کاری هم نداره. خیلی 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 راحته. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. اگه اینا نبود توی جملمون چه کار کنیم؟ هیچ بچه ها دو داست دید از این استفاده میکنیم. دو داست دید ما هیچ گونه نیازی به چیزی دیگه نداریم وقتی که اونا نباشه. پس شاگردان عزیز این نکته راحت متوجه شدید. ما زمانی که اما ایزا آر واز اویر کن کود شود هف هست هد اینا داریم ویل داریم نیازی به چیزی نداریم از خودشون استفاده میکنیم. اگه نبود میریم سراغ دو داست دید. یعنی این دوتا رو دیگه باید بیاریم داخل. به همین دلیل بهشون میگن فعلای کمکی. بریم سراغ سوالات ما. You can't help me. Can't داریم میبینیم. He is not from this country. Is not داریم. Can't داریم. Children should. Should داریم با children. Go to bed early. Can't شده can you. Is not. Is he. Should go. Children, بچه ها بجای children ما میذاریم آنها. Shouldn't they? Your father works in the bank. اینجا اگه نگاه بکنید بچه ها ما نه امویزار داریم. نه was, were داریم. نه have و has و had و will و can و اینا داریم. هیچ کدوم نداریم. پس work داریم. Work نگاه بکنید اس گرفته. وقتی فعل ما اس میگیره یعنی does بیاریم. Doesn't he? به جای your father ما نمیتونیم پدر بنویسیم he بنویسیم چون قرار ضمیر استفاده کنیم. They went home. Went گذشته go هست. پس میگیم اینجا دیگه نمیشه do یا does بیاری. پس از did استفاده میکنیم. Didn't they? You have a car. بچه شما اگه have اینجا haven't هم مینوشتین باز درست بود. مشکلی نداشت. Don't هم میتونیم بنویسیم. Don't رایجه. You are living tomorrow. اینجا ما are داریم. پس میگیم aren't you? You'll come with us. اینجا شما you'll داریم. یعنی you will. و بچه ها یه دقتی بکنید. Will اگه خواستیم من فیش بکنیم دیگه نمیشه بگی will. Willn't کسی نمیتونه بگه اصلا. یعنی گفتنش سخته. Willn't هیچ کس نمیتونه بگه. پس ما به جای willn't میگیم won't. Won't میگیم که گفتنش راحته. Won't you. حواستون باشه اگه won't این طرف بود این طرف میشد will. پس تا اینجا بچه ها یه چکیده ای ما رفتیم جلو. حالا بریم سراغ چند تا دونه سوال. Your sister has passed exam. خب اول که این مثبته چون وقتی که معنیش میکنین مثبته. بچه ها یه نکته این نگفتم بهتون. شما وقتی که معنی میکنید متوجه میشین که مثبت یا منفی. فعل امکان داره مثبت باشه ولی معنی جملتون منفی باشه. پس ما چه چیزی برامون ملاکه؟ معنی جمله. نگاه بکنید معنی جمله. Your sister has passed. Has passed. این طرف خب has passed داریم همون ماضی نقلی. بچه ما سال 11 هستش. Has passed داریم. خب این طرف میشه چی؟ Hasn't she. Your sister دیگه خواهرتونه.
شما has دارین، خب میشه hasn't، چی چیزی هم نیاز نیست. They will buy a new house. They دارین، خب اینجا آخرش they می‌نویسیم، یعنی گزینه A و D میره کنار، B میمونه با C میمونه. وقتی که اینجا will دارین، اینجا منفی میشه، میشه won't. Gila never says a word when she is sad. Gila never says a word when she is sad. Gila هرگز وقتی که ناراحته حرفی نمیزنه. حرفی میزنه؟ حرفی میزنه؟ خب پس شما این قسمت اولیتون باید اینجا دوم سوالی بسازین ازش، چون منفیه never says منفیه، پس این طرف مثبت باید بنویسیم. مثبت نگاه بکنید، فقط بی مثبته با دی مثبته. شما اینجا سز دارین، فعل سه یعنی گفتن، اسمش اضافه شده، پس ما یه کاری میکنیم، داز همون دازی که اس یا ای اس داره میذاریم اینجا. داز چی؟ بچه ها درباره زمین‌های موصول، درباره دوم سوالی دیگه صحبت ما تموم شد. بعد میخوایم اگه بشه گرامر را پوشش بدیم. ضمایر موصولی، بچه ها ضمایر موصولی چی هستش؟ خوب نگاه بکنید، ما که توی فارسی میشه ضمیر موصولی، که یعنی میخوایم دو تا جمله رو به هم دیگه وصل بکنیم. میخواییم جملمون رو با چی به هم بس بکنیم؟ با که. یه مثال اینجا داریم، او یک معلم است، او انگلیسی درس میدهد. مثلا یکی مثل من یا مثل یکی از معلم عزیز خودتون بچه ها. او یک معلم است، او انگلیسی درس میدهد. خب حالا این جمله ما اومدیم با این دوتا جمله بالایی، اومدیم با که ازش یه جمله ای ساختیم، یه جمله شیک و قشنگ. او معلمی است که انگلیسی درس میدهد. اگه نگاه بندازیم اینجا چه شد؟ توی جمله بالایی او یک معلم است شد او معلمی است که انگلیسی درس میدهد، ما او رو حذف کردیم، او ما اینجا نداریم. چرا او رو حذف میکنیم بچه‌ها؟ ما داریم درباره کی حرف میزنیم؟ درباره معلم. خب که به خاطر معلم آوردیم، میخوایم درباره معلم توضیح بدیم، پس ما که رو حذف میکنیم، که رو حذف میکنیم، چون میخوایم درباره معلم حرف بزنیم. خب شاگردان عزیز، نمیدونم تا کجا صدامو داشتیم، ولی ما اینجا که آوردیم داریم درباره معلم توضیح میدیم، پس هر کلمه ای که به معلم برگرده حذف میکنیم بعد از که. اینجا او یک معلم است، او انگلیسی درس میدهد، ما او توی جمله بعدی اومدیم حذف کردیم، پس او رو نمینویسیم. او معلمی است که انگلیسی درس میدهد. بچه‌ها دو تا اتفاق اینجا افتاد. اول اینکه ما که آوردیم از دو تا جمله شده یک جمله و او توی جمله مون حذف کردیم. چرا او حذف کردیم؟ چرا او حذف کردیم؟ چون که ما داریم درباره معلم حرف میزنیم و که آوردیم که جمله مون رو کوتاه‌تر کنیم. ما که آوردیم خواستیم جمله مون کوتاه‌تر بشه و سطح جمله مون بره بالاتر. یعنی ما الان شدیم کلاس دوازدهم، زبان بیشتر بلدیم، مثل یک بچه کوچک نمیخوایم حرف بزنیم، پس از دوتا جمله یه جمله ساختیم و از که استفاده کردیم برای اینکه دوتا جمله رو به هم دیگه ربط بدیم. خب توی یه مثال دیگه هم بچه ها براتون بزنم، این مسئله دیگه
از بچه ها سب بدین دارم می نویسم براتون. خب یه مثال دیگه که الان براتون بچه ها نوشتم، این مثال رو دقت بکنید. آن یک کتاب است، علی آن را دیروز خرید. اگه بخوایم این دوتا جمله رو با هم دیگه یکی بکنیم، اینطور میگیم بچه ها، میگیم آن کتابی است که علی دیروز خرید. خب حالا خوب نگاه بکنید، ما چه چیزی رو حذف کردیم؟ چه چیزی رو حذف کردیم بچه ها؟ آن را حذف کردیم. خب چرا آن را حذف کردیم؟ چون ما داریم درباره کتاب توضیح میدیم، یعنی اینجا ما باید کلمه آن را می نوشتیم. خب ولی الان ننوشتیم. چرا ننوشتیم این کلمه؟ چرا اینجا ننوشتیم؟ چون ما داریم درباره کتاب حرف می زنیم و کلمه آن را به کتاب بر می گرده. پس ما تو قسمت دوم بعد از که هر کلمه ای که برگشت به اون کلمه مثل کتاب که داریم دربارش توضیح می دیم چه کار می کنیم؟ اون رو حذف میکنیم. خب پس این قسمت هم متوجه شدیم شاگردان عزیز. حالا میریم سراغ چند تا مثال انگلیسی. اولین نکته بچه این هستش که خوب نگاه بکنید، این دیگه شکل خیلی خیلی ساده هستش. اگه اسم انسان بود قبل از که، مثلا اینجا معلمه، معلم انسانه، قبل از که اگر انسان بود و بعدش فعل بود ما از هو استفاده میکنیم به جای که. اگه اسم انسان بود بعدش فاعل بود فعل نبود بچه ها، از چی استفاده میکنیم؟ هوم استفاده میکنیم. و اگه غیر انسان بود از ویچ استفاده بکنید، کاری هم نداشته باشیم بعدش فعل فاعل چیه. پس حالا یه بار دیگه برمیگردیم، اگه انسان باشه بعدش یا هو میذاریم یا هوم. یک نگاه میندازیم اگر بعد از جاخالیمون، بعد از جاخالیمون فعل بود ما هو میذاریم توی جاخالی، اگر بعد از جاخالی فاعل بود هوم میذاریم. ویچ هم که مشخصه برای غیر انسان به کار میره اینجا، هرچند که توی سطوح بالاتر بچه چیزهای خیلی بیشتری داریم، چیزهای خیلی بیشتری داریم سطحای که ویچ برای انسان هم به کار میره، ولی کاری به شما نداره. خب شاگردان عزیز شما حالا یه نگاهی بچه‌ها به این سه تا جمله بندازین، چند لحظه نگاهی بندازین.
نگاهی بندازین دقیقاً دقت بکنید. The boy who is wearing a blue shirt is my friend. Boy انسانه، بعدم is هستش دیگه. Is همون فعله. Who میذارین تموم میشه میره. That is the woman whom I saw at the party. Woman انسانه بچه ها. اینجا هم whom همون جا خالی هستش. I فاعله. هر وقت اینطور بود که فاعل داشتین، فاعل و انسان بود، هم میذارین تا همشه میره. He picked up the book which was on the desk. و اینجا شما کلمه book دارین، which میذارین تا همشه میره. اصلا اذیت خودتون هم نکنین، خیلی راحت راحت. حالا میایم سراغ چند تا دونه سوال. خب حالا شما حل بکنید این چهار تا دونه رو، یه لحظه حل بکنید. خب حالا ما یه بار دیگه میگم قسمت داره. The novel is about a family. بچه ها family چون انسانه، هو بذارین چون اینجا هم can't فعلتونه. قبل از جاخالی شما یا هو یا هم قراره بذارید. قبل از جاخالی یه نگاهی میندازین family، اینجا هم can't. راحت میان هو میذارین میره. چرا؟ چون family انسانه، اینجا هم فعله. سوال شماره دو، فودز غیر انسانه، ویچ بذارین تموم بشه بره. دیزیز بیماری، غیر انسانه، ویچ بذارین. پیپل انسانه، هو بذارین. و این قسمت ویچ گفتم بهتون تو سطوح بالا ما داریم، چیزای خیلی بیشتری داریم. حالا بیاین چند تا دونه سوال حل بکنیم، اصلا نمیریم روش بخونیم، فقط یه نگاه میندازیم. لتر یعنی نامه، پس ما ویچ میزنیم میره. کیز یعنی کلید، انسان نیستش، ویچ میزنیم میره. کار یعنی ماشین، همه تون بلدین دیگه، ویچ میزنیم میره. هاوس یعنی خونه، ویچ میزنیم میره. The book، ویچ میزنیم میره. چیزی دیگه بچه ها نداره، تموم میشه میره. فقط توی امتحانتون نمونه سوالات دیگه هم داره، اونا حالا الان وقت نیستش که ما بشینیم، ولی شما حواستون باشه که توی جمله دوم هر چیزی که اومد رب داشت به اون کلمه‌ای که توضیح دادیم، مثل آن را، مثل اینا حذف می‌کنیم. چون جملات شرطی نوع دوم، شما سال گذشته جملات شرطی نوع اول داشتین، حالا جملات شرطی نوع دوم دارین. بچه‌ها من یه چیزی بگم بهتون که برای همیشه تو ذهنتون باشه. اولین سوال این که ما چند نوع جمله شرطی داریم به طور خیلی تخصصی؟ نه، مثلا به طور عمومی، به طور کلی، به طور کلی ما چند نوع جمله شرطی داریم؟ سه نوع جمله شرطی داریم. درود بر شما که دستاتون میاد بالا. سه نوع جمله شرطی داریم. حالا یه نفر میپرسه میگه خب چرا سه نوع جمله شرطی داریم؟ خب حالا جواب اینجا میاد. میگیم ما سه تا زمان داریم به طور کلی، یعنی آینده، حال، گذشته. ما سه نوع جمله شرطی داریم چون سه تا زمان داریم. چون باز میگم ما تو سطوح پیشرفته مثلا شرطی صفر داریم، شرطی عمومی داریم، کاری به اونا نداریم. ما به طور کلی برای شما سه نوع جمله شرطی داریم. چرا سه نوع؟ چون سه تا زمان داریم: آینده، حال، گذشته. خب حالا شرطی نوع اول که سال گذشته داشتین، یازدهم داشتین، میشه درباره آینده. شرطی نوع دوم میشه درباره حال. شرطی نوع سوم میشه درباره گذشته. کاری به شرطی نوع سوم حالا ما نداریم، فقط میریم شرطی نوع اول و دوم. خب قبل از اینکه ما برسیم به اینجا،
یک مطلبی رو اینجا براتون داشته باشم بچه ها. این که میگیم شرطی درباره آینده، بچه ها خوب دقت بکنید، درباره آینده. فعلا ما کاری به فعلش نداریم، ما میگیم شرطی نوع اول درباره آینده هستش. خب یه مثالی الان من اینجا برای شما می‌نویسم، فکر کنم اومد حالا. خب بچه‌ها خوب دقت بکنید، شما به این قسمت حالا دقت بکنید. I will come to your party if I have enough time. ما فقط همین جملات رو در نظر بگیرید. I will come to your party tomorrow if I have enough time. اگر نگاه بکنید ما این will داریم، اینجا هم have. خب درباره کی داریم حرف میزنیم؟ درباره آینده. این که داریم I will come to your party tomorrow if I have enough time. پس این شرطی نوع اول هستش درباره آینده. همه شما میدونین درباره آینده هستش و ما خود به خود از will استفاده میکنیم. و اگه will استفاده نکنیم میتونیم بنویسیم can، may بنویسیم، can بنویسیم، دوتاشون درسته، فرقی نمیکنه. پس شرطی نوع اول سال گذشته داشتیم، دارم باز توضیح میدم، درباره آینده شد و اینم درباره آینده هستش. همه شما بلدین میگین will. اگه بخوایم شرطی نوع دوم بنویسیم بچه ها، شرطی نوع دوم میشه درباره زمان حال. مثلا تو فارسی شما میگین اگه حالا میدیدمش، ما مثلا میگیم توی بوشهر میگیم اگه حالا میدیدمش خب بهش میگفتم، اگه حالا بارون میومد یا اگر حالا بارون بود، اگر حالا اینترنت خوب بود. پس ما داریم درباره کی صحبت میکنیم؟ درباره حالا. ما داریم درباره حالا حرف میزنیم. درباره حالا حرف میزنیم. اما فعلی که می‌نویسیم بچه ها میگیم بود. توی فارسی ما همینطور میگیم. میگیم اگر حالا علی در کلاس بود، اگر من حالا او را می دیدم خب بهش می گفتم. اینطوری میگیم. پس شرطی نوع دوم ما، دوم درباره حالا هستش، حال، و فعلی که به کاری میریم به صورت گذشته. یه دونه مثال بچه‌ها، من او شرطی نوع اول بالا هست، این شرطیه، حالا میام تغییرش میدم، میکنمش به صورت شرطی نوع دوم. وقتی که tomorrow ما یعنی آینده ما، مثلا ما بنویسیم now یعنی حالا، یعنی بیایم یک زمان بیایم عقبتر، به جای بگیم فردا بگیم حالا. وقتی ما یک زمان میایم عقبتر خود به خود will ما دیگه will نمیشه، بگیم یه زمان will هم یا عقب میشه would، و اینجا have دیگه نمیشه، بگیم هف ما هم یه زمان میره عقب میشه حد. این هم شد شرطی نوع دوم بچه ها. شرطی نوع دوم درباره زمان حال هستش، ولی فعلایی که داخلش به کار میبریم در فعلامون گذشته هستش. شرطی نوع اول درباره آینده هستش، فعلی که به کار بردین زمان حال بود. من فردا به
مهمونی شما خواهم آمد اگر وقت داشته باشم. باشم منظورتون حاله. شرطی نوع اول میشه اون. این میشه نوع اول. نوع اول بچه‌ها. یعنی I want. نوع اول. ولی اینجا که داریم تایپ تو هستش بچه ها، مثل دیدین تایپ یعنی نو دیگه، مثل موبایل ها میگن موبایل تایپ، مثلا حالا تری میگن تایپ، یه تایپ میگن جدید اومده همون. ما شرطی نو دوم داریم و شرطی نو دومم دقیقا شد درباره حال. حال، حال منظورم مثلا امروز میتونه باشه، منظورمون حال کلن. و فعلی که به کاری میریم مثل فارسی میشه گذشته. تموم بچه ها، چیز دیگه نداره شرطی. خب الان میخواین تا یه مثال دیگه هم باز بزنم. فقط یه نکته، ما به جای ویل میتونیم از چه استفاده کنیم؟ کن. اگه اونجا کن استفاده کردیم اینجا میشه کود. اگه اونجا می استفاده کردیم میشه مایت. و نکته اصلی هم که الان میایم اینجا، شرطی نوع دوم فعلمون دیگه توضیح دادم دیگه نمیخواد. اگر حالا علی اینجا بود دیگه همه متوجه شدیم. نکته هم که میتونیم به کار ببریم اینجا would, could, might همش میتونیم به کار ببریم. این طرفش اگر حالا اینجا بود گذشته ساده، این طرف would, could, might. فقط یه نکته ای بچه ها، ما توی جملات شرطی از was استفاده نمی کنیم. همش میگیم where. If I were you، اگه من به جای تو بودم. If I were you، If she were here. ما از where استفاده میکنیم. بچه ها توی مکالمه و حرف زدناشون از was استفاده میکنن، ولی شما توی امتحان چون کتبی هست باید از where استفاده بکنیم. این نکته همیشه یاد تو باشه. به عبارت If I were you، اگه من جات بودم، اینو حفظ کنین. If I were you، If I were you، اگه جات بودم، منظورش همین حالا هست، اگه جات بودم. این همیشه شرطی نوع دوم. بچه ها اصلا نیازی نیست که شما بگین شرطی تخیلی، شرطی فیکشنی، غیر فیکشنی، تخیل، این شرطی رویایی، اصلا به اینا شما نیازی ندارین، چون شما خودتون توی فارسی وقتی که جمله شرطی به کار میبرین متوجه هستین منظورتون چیه. وقتی میگین اگه من جات بودم یعنی جاش نیستی، اگه وقت داشتم میومدم یعنی وقت ندارم. پس نیازی نیست که برین روی اون کلمات و اون جملات هی توی جزوه ها توی چیزهای متفاوت بخونین، اصلا نیازی نیست. به همین سادگی که الان براتون توضیح دادم بچه ها جملات شرطی رو شما متوجه بشین، نیازی به بیشتر از این نیست. حالا بریم چند تا دونه تست هم بزنیم. If the old man had his glasses he the paper easily. یه نگاه میندازی if میبینی، پس جملت شرطیه. میدونی که این گرامر درس دو هست، شرطی. If the old man had his glasses. had داری، وقتی had داری یعنی گذشته دیگه. پس این طرف از چه استفاده میکنی؟ از could, would، اینا استفاده میکنی. خب معلومه can که نمیشه، شرطی نوع اوله. was که اصلا نمیشه، چون شما اینجا نیاز به فعل مدال دارید. بچه ها فعلای مدال یعنی can، may، should، will، اینا فعلای مدالن. پس این طرف جمله تون had گفتیم گذشته ساده بوده، این طرف از could استفاده میکنی. see My parents healthier if they lived. Lived که میبینین بچه lived in a village. Lived که میبینین یعنی گذشته دیگه. شما دو نوع شرطی که بیشتر نخوندین، شرطی نوع اول نوع دوم. نوع اول مال پارساله، نوع دوم مال امساله.
تو امتحان هم کسی نمیاد برای شما شرطی نوع اول بده، شرطی نوع دوم میدن، چه شما بخواین چه نخواین شرطی نوع دومه. پس یه طرف جمله تون گذشته، یه طرف جمله تون could would اینا استفاده کنیم. My parents would. دوباره بعدیش she could get a good mark. could get، وقتی could داری یعنی طرف گذشته ساده به کار ببر. ای have studied نمیشه، این ماضی نقلیه. studies yes داره زمان حاله. would شما نمیتونین این طرف یه فعل مدال could به کار برین، این طرف هم would به کار ببرین. پس studied به کار میمید تا اون میشه میره. if she studied more. تست بعدی هم ببینیم. این تست دیگه یکم از اون جریان ها رفت بیرون. My father might buy a new car. خب اگه نگاه بکنید این شرطیه یکم سخت شد. might دارین، پس شما میدونین شرطیه نوعه، چون if دارین شرطیه نوعه دومه. پس این طرف دنبال گذشته ساده بگردیم. were saving اینجا buy داره، buy the family توسط خانواده. وقتی توسط خانواده داشتین، پدر من شاید یه ماشینی میخرید اگه پولای دلارای بیشتری توسط خانواده سیو میشد. یعنی اینجا مجهول بنویسیم. مجهول هم بچه ها بی به اضافه شکل سومه. بی به اضافه شکل سوم بای دارین دیگه، بای دی فامیلی. بی به اضافه شکل سوم ور سیوت میشه. این بی اینم شکل سوم. این یه سوالی بود که سطحش از امتحان نهایی هم بالاتر بود بچه ها. اگر هم متوجه نشدین این خیالتون نباشه، چون تو امتحان ها شانسی یه دونه دادن. What you do if you were my father. You were شما بودی. شرطی نوع دوم تو اینا هم تنها would میتونیم بنویسیم، چون اونا will اگه نگاه بکنید زمانش فرق میکنه. may had که اینا زمانشون نمیخوره بهش، will بعد would میشد، may هم might میشد. بچه ها اینم که شکل مجهول افعالی اصلا خیلی نیازی نیستش. فقط من دوست دارم ماضی بعید بچه ها براتون بگم دیگه. شما هم برین وبینار هم تموم بکنیم که اذیت نشیم. تو ماضی بعید توی انگلیسی بهش میگن گذشته، میگن past perfect. past perfect قبل از این که ما بخوایم در این مورد حرف بزنیم بچه ها، هر وقت خواستیم یک نکته گرامری یاد بگیرین یک کاری انجام بدیم. شما خوب نگاه کنید روی اسم. اینجا گفته ماضی بعید. ماضی بچه ها یعنی گذشته. بعید یعنی چی؟ یعنی دور. پس گذشته دور. چند لحظه بچه ها روی این مطلبه بچه ها خودتون بخونید. چند لحظه بچه ها تا یک نکته ای براتون بیارم.
دانش آموزان عزیز من هستم، فقط میخوام یه نکته دیگه براتون بیارم اگه بشه. اینجا رو خوب دقت کنیم بچه‌ها، چه دقیقا همون چیزی هست که الان ما دنبالشیم. شما همه تون سال گذشته ماضی نقلی بخونن، پرزنت پرفکت خوندین و امسالم ماضی بعید داریم. چون ماضی بعید وقتی که ما میگیم چیزی که حالا ما داشتیم، ماضی بعید بچه ها اگه نگاه بکنید بهش میگیم گذشته دور. خب گذشته دور یعنی این که ما بچه ها یعنی این که ما دو تا کار انجام دادیم، یکیش بهمون نزدیکه یکیش بهمون دوره. بچه ما گذشته دیر نمیگیم، حواستون باشه، دیر نه، دور. یعنی دو تا کار توی گذشته انجام دادیم، یکیش به ما نزدیکه یکیش کمی اون طرف داره. خب پس وقتی که یه کاری قبل از یه کار دیگه توی گذشته انجام میشه ما بهش میگیم ماضی بعید یا بهش میگیم گذشته دور. حالا اینجا نگاه بندازین، این دقیقا نوشته حالا، یعنی ما اینجا ایستادیم، دقیقا الان ما اینجا هستیم. خوب نگاه کنید بچه ها، ما اینجا ایستادیم. قبل از ما مثلا الان ما وبینار انجام شده، الان توی وبینار هستیم. قبلش من نماز خوندم قبل از ببینم. خب قبل از نماز خوندنم رفتم وضو گرفتم. پس من دو تا کار توی گذشته انجام دادم نسبت به حالا، نسبت به این لحظه. اینجا اگه نگاه کنید گذشته، اینجا من نماز خوندم و قبل از نماز خوندن وضو گرفتم. پس جمله ای طور میگم، میگم قبل از اینکه نماز بخوانم وضو گرفته بودم. پس دو تا کار انجام شده، یه کاری قبل از یه کار دیگه. مثلا یه مثال دیگه، شما امروز صبح روز تعطیل بوده، خب از خواب که بیدار شدین میخواستین مثلا صبحونه میخواستین بخورین، قبل از اینکه صبحونه بخورین رفتین دست و صورتتون رو شستین. پس شما اینجا گذشته نسبت به حالا گذشته، اینجا صبحونه خوردین، قبل از صبحونه خوردن دست و صورتتون رو شستین. یا شما امروز عصر رفتین بیرون، قبل از اینکه برین بیرون تلفن زدین به دوستتون. پس اینطور میگین، میگین امروز قبل از اینکه از خانه خارج شوم به دوستم تلفن کرده بودم. ماضی بعید بچه ها نشونش بودمه. مثلا میگین صبح قبل از اینکه صبحانه بخورم دستهایم را شسته بودم. یک کار قبل از یک کار دیگه میشه ماضی بعید. دو تا کار توی گذشته انجام شد، الان اینجا میبینیم شکل هم مشخصه، میشه ماضی بعید. پس از حد به اضافه شکل سوم استفاده میکنیم. ولی ماضی نقلی که سال گذشته داشتیم نه. ماضی نقلی بچه ها کلمه نقل یعنی منتقل کردن. خانم احمدخا هست؟ صدا هست؟ یه ارور کوچیکی داد و باز اگه تشریف دارین خانم احمدخا.
خب ممنونم. خب بچه ها یه نگاهی بندازید شما به اینجا. خوب نگاه کنید، میخوام ماضی نقلی هم بگم یه دفعه که دیگه تموم بشه شما راحت بشید. چون ماضی نقلی معنیش میکنیم، میگیم گذشته که داره منتقل میشه. ماضی یعنی گذشته. گذشته مثلا ما الان ما وبینارمون ساعت 7 شروع شده، دقیقاً 7 شروع شد، حتی نشد 7:01، 7 شروع شد. خب ما وبینار ما خب از ساعت 7 شروع شده است. است میشه اینجا ناو، یعنی حالا. کی شروع شده؟ ساعت 7 گذشته. ما کاری توی گذشته بچه‌ها یا شروع شده یا انجام شده. مثلا من ساعت 7 شام خورده ام. ساعت 7 شما شام خوردی، الان سیری و این سیر بودن شما الان خودش داره. با سلام خدمت شما، البته اگه موندین و هستین ها من معذرت خواهی میکنم، البته حدس میزنم از اسکایروم خودش باشه، چون اینترنت اینجا از دو تا سرور هست، دوتاش هم قویه، خیلی هم کامله، ولی خب اتفاق از پیش میآید. خب شاگردان عزیز بریم دوباره سراغ این قسمت، چون ماضی نقلی از اسمش پیداست. خواهم هند صدام هست که چون من خارج شدم دوباره وارد شدم که مشکل حل بشه. ماضی نقلی بچه ها اصلا توی فارسی هم ازش استفاده بکنین، یعنی گذشته‌ای که داره با شما منتقل میشه. من به شاگردان میگم انگار انداختین روی دوشتون با خودتون دارین هم میکنید. مثلا شما شام خوردین، الان سیرین، پس میگین من شام خورده ام. کاری توی گذشته انجام دادی، اثرش حالا هست. یعنی این فلشه که میبینید، این فلش که میبینید، یعنی شما با خودتون دارین حملش میکنین. چی رو با خودتون حمل میکنین؟ این اثر غذا خوردن هست که با شما هستش. یا میگین من خیلی خسته هستم، یارو میگه چرا؟ چته این همه تو همی؟ میگه با خستمه. میگه خب چرا خسته ای؟ میگه مثلا 2 ساعت فوتبال بازی کرده ام. یه کاری توی گذشته انجام داده، با خستگی باش هستش، همینطور اومده تا حالا. برای ماضی نقلی دانش آموزان عزیز ما از هف یا هز به اضافه شکل سوم استفاده میکنیم. مثلا اینجا و هف معنی میکنیم ام، ای، این، اید، اند. هز هم میگیم است. مثلا اینجا I have seen her before. من او را قبلا دیده ام. have میشه ام. We have just مثلا they haven't cleaned it for weeks. اونها هفته هاست که آن را تمیز نکرده and. have معنی and میده، تمیز نکرده and. تو فقط تو ماضی نقلی ها، نه هر جا دیدین بگین دور میشه. و این طرف پس پرفکت یا هم ماضی بعید یا گذشته گذشته بچه ها. گذشته گذشته یعنی یه کاری قبل از یه کاری دیگه توی گذشته انجام شده. حد به اضافه شکل سوم استفاده میکنیم. اینجا گفته بود the house is dirty. house کثیف هست. اینجا گفته the house was dirty. کثیف بود یعنی گذشته. و قبل از اون یه کاری انجام شده، اونا کنسل کلین کردن. They hadn't cleaned. آنها برای هفته ها، یعنی اونا هفته ها بوده که خونه رو تمیز نکرده بودند. had معنی بودند میده، ولی have معنی چه میده؟ am. ای، این، اید، اند. خب درباره ماضی نقلی بچه ها بیشتر نگم براتون که شما هم خیلی
اذیت نشید، همین مقدار کافیه، خیلی هم سر کلاس بودین، فقط یه نگاه بهش میندازیم، اگر چی نکته بود اینجا که چند تا نکته بود که معنیشون هم الان اینجا گفتیم. حالا تست نگاه بکنید. Her family bought a mobile phone for her because she it. خانوادهشون یه موبایلی براش خرید چون که او آن را، چون که او موبایلش رو گم کرده بود. اینجا ما باد داریم گذشته، حالا گذشته یه گذشته میخواییم بنویسیم، یه کاری قبل از اون که گم شدنه گوشی بوده. had lost، had به اضافه شکل سوم. I was sure I him before، من مطمئن بودم که او رو قبلا دیده بودم. اگه بگیم مطمئن هستم، میگیم مطمئن هستم که او را قبلا دیده ام. ولی وقتی میگیم مطمئن بودم، میگیم اون را قبلا دیده بودم. had met. خب شاگردان عزیز، میدونم خسته شدید از اینکه توی وبینارمون بودید. تقریبا ما بیشتر از اون 70% رفتیم جلو، فقط میمونه قسمت رایتینگ. قسمت رایتینگ هم ما به امید خدا، به شرط وفای عمر، یا من یا همکاران، یا من و همکاران با همدیگه، بعد از عید، قبل از امتحان، روز قبل از امتحانتون، اگر عمرمون کفاف داد و زنده بودیم، حتما وبینار برگزار میشه. اگر منم نبودم، همکاران دیگه هستن با صدای زیباتر، با تجربه بالاتر، حتما در خدمت شما خواهم بود. از همه کسانی که امروز حوصله به خرج دادید، اومدین اصلا توی این وبینار، حتی اگه فقط یک دقیقه حواستون به این وبینار بود و بقیهش مجبور شدین به خاطر کار، به خاطر گرفتاری نتونین توی جلسه باشین، من ازتون تشکر و قدردانی میکنم. از همکاران عزیزم، از استاد دراکی، خانم عقیلی و بقیه همکاران که زحمت کشیده بودن و من به عنوان نماینده اونا اینجا اومدم حالا تدریس یا ارائه دادم، از اونا هم خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که شما همیشه تنتون سالم و دلتون شاد باشه. موفق و پیروز باشید.